سلام، کجاست مرتضی؟ حالش چطوره؟ خوبه، نگران نباشین. فقط یه ذره زانوش صدمه دیده، الانم بردن ازش عکس بگیرم. سرمریش زمین نخورد؟ نه، فقط یه ذره دست و پاش زخمی شد، الان میارنش خودتون میبینی. خودت چی طورت نشده؟ نه، فقط شرمنده شما شدم. شرمنده واس چی؟ آخه آقا مهرداد به خاطر من اینطوری شدن دیگه. وظیفه‌اش بوده، هر کسی دیگه هم جای اون بود باید همین کارو میکرد. آره، تازه بی‌عرضگی کرده گذاشته دستش در برن. نه، این دخترمه منشید. خیلی خوشبختم. منم همینطور، مامان خیلی از شما برام تعریف کرده. حالا که دیدمتون تازه فهمیدم کم گفته. شیده خانم خیلی به من لطف دارن. سلام. سلام، خوبی؟ آره بابا، شما واسه چی پاشدین اومدی؟ به پا. آقا مهتا صبر کنیم، من برم از داروخونه اینجا یه اعصاب براتون بگیرم. نمیخواد، بیا اینجا گرون میدن. پایین سرا جمهوری بورس این چیزاست، من بعدا خودم میرم میگیرم. ایشه سویچه به من بدین. اصلا نمیخوام مامان جان. شما نمیتونی پشت رول بشینی. مگه نشنیدی دکتر چی گفت؟ دو هفته باید به پات فشار نیاری. آره آقا مهرداد، تو رو خدا مواظب باشی. دکتر گفت اگه مراقبت نکنین کار به عمل جراحی میکشه ها. چش، خیالتون راحت بشه. بریم. پس با اجازتون من دیگه میرم. بیا میرسونمت دیگه. نه مزاحم نمیشم، یه آژانس میگیرم. بنده خودم آژانسم. صندلی عقب خالی باشه بهتره، شاید آقا مهرداد بخوام پاشونو دراز کنم. نه بابا، من میتونم بشینم. خب من میشینم عقب اگه خواست بتونه پاشو دراز کنه. چونه نزن زهره جان، بیا سوار شو، من نمیذارم خودت بری. بیا مهرداد سوار شو. لا اینقدر قیافه نگیر. اصل قضیه موبایل زهره جون بود و اون عکسه که دزدیدنش. اصلا غیر از گوشی ها چیز قیمتی دیگه تو کیفت بود زهره جون؟ آره بابا، هم پول توش بود هم همه مدارک و کارتای بانکی. راستی باید برین سیم کارتتون هم بسوزونید. لازم نیست جایی بریم، اینترنتی هم میشه. زهره جون امروز یه خورشت مصمم بادم جون پختم، اگه بریم دوره هم بخوریم بعد ببرمت خونه. آشپزی مامانم حرف نداره زهره خانم. ممنون، مزاحم نمیشم. مزاحم کدومه؟ تو باشی خیلی بهمون میچسبه. آره بیا دیگه زهره جون. نمیشه آخه، باید برم پیش ماهد جریانو بهش بگم. مگه هنوش نگفتی؟ نه، تلفنی میگفتم سوال پیچم میکرد، برم پیشش بهتره. تا قول بده یه بار یه ناهار یا شام بیای پیشم، میخوام دست پختم و بخوری ببینم خوشت میاد یا نه. چشم. میگم رسی رسی شد مثل فیلم ها. پسره به خاطر دختره دعوا میکنه، دخترم عاشقش میشه. عاشقش میشه؟ زهره خانم فقط دلش برام سوخته بود. برو تو. عاشق شدن مثل آلزایمر میمونه داداشی، آدم پله پله مبتلا میشه. پله اولش هم همین دلسوزیه. تو رو خدا پرت و پلا نگو محشید. پرت و پلا کدومه؟ اصلا اگه آدم از یکی خوشش نیاد که برش دلسوزی نمیکنه. چرا نکنه؟ آدم اگه آدم باشه واسه دشمنش هم دلسوزی میکنه. زهره که دیگه خیلی آدمه. اما اصلا تو واسه چی با دوز جماعت درگیر شدی؟ الان نخواستم جلو زهره بگم، گفتم یه وقت به خودش میگیره ناراحت میشه. اما اگه دزده چاقو در می آورد میزد تو شکمه، تکلیف چی بود؟ یعنی چی مامان جان؟
وای میستادم نگاش میکردم؟ آره، وقتی کاری ازت بر نمیاد باید واسه نگاه کنی. کار که ازش بر اومده مامان، کیف زهره رو ازشون پس گرفته دیگه. بله، ولی ممکن بود به قیمت جونش تموم بشه. تازه شک ندارم خود زهره هم راضی نبوده تو همچی کاری بکنی. دعواش نکن مامان، حالا که به خیر گذشته. کجاش به خیر گذشته؟ تا دو هفته نمیتونه پشت رول بشینه. با این کار بهانه تنبلی و خونه نشستنشو جور کرده. دختره چه شکلی بود؟ یعنی چه شکلی بود؟ خوشگل بود؟ واسه چی میپرسی؟ همینجوری. کاش گوشی تا ندوستیده بودم عکسش رو میدیدم. اگه دختره ازت خوشگل تر باشه اون وقت به فرهاد حق میدی؟ همین الان بهش یه پیام بده، بگو دست از سر من بردار، برو با همون دختری که امروز براش جشن گرفتی ازدواج کن. گریه میکنی؟ من چرا اینقدر بدبختم زهره؟ چرا هر کی از راه میرسه به هم دروغ میگه، فریبم میده؟ اون از کامرانی، اینم از این. مگه من چه گناهی کردم که دلم همش باید بشکنه؟ گناهت اینه که به آدم ها زود اعتماد میکنی دخترم. هر کی بهت گفت دوستت دارم تو باور میکنی و عاشقش میشی. زود باوری گناهت عزیزم. به خدا فرهاد ارزش این عشق ریختنها رو نداره. یه جن که ناراحت باشی خدا رو شکر کن قبل از اینکه ازدواج کنی فهمیدی چطور آدمیه. راست میگی، خدا کامرانی و بیامرزه که بهم کمک کردین مرتیکه رو بشناسم. همون نوری که گفتم براش بنویس. خب چرا بهش پیام بدم؟ این مردی که باید چند تا فش آب داره از دهن خودم بشنوه. نباید باهاش حرف بزنی، این آدم حتی ارزش شنیدن فش هم نداره. یه پیام کوتاه همونجوری که بهت گفتم بهش بده، بعدم بلاکش کن. اینطوری بهش میفهمونی هیچ ارزشی برات نداره. روز به روز داره پیتزاش مزخرف‌تر میشه. تو هم برای همین نمیخوری؟ نه، من اشتها ندارم. دفعه دیگه از اینجا سفارش نمیدم. دست مایده رو بگیر بیا تو این خونه تا کلن از غذای رستورانی خلاص بشیم. میاریش همینجا دیگه؟ اینطوری بهتره. هم پول علکی بابت خونه گرفتن نمیدی، هم پدر پیرتو تنها نمیذاری. منم بهتون قول میدم که اصلا اذیتتون نکنم. صبح زود از خونه برم بیرون، شب به شبم که میام دستپخت عروسمو بخورم برم تو اتاقم. حالا اصلا معلوم نیست مایده عروستون بشه. چرا؟ دعواتون شده؟ نه. پس چرا این حرفو میزنی؟ اصلا تو چرا امشب انقدر دمقی؟ دمق نیستم بابا، اما میگم به قول خودتون اول بذاریم برادری ثابت بشه، بعدن ادعای ارث و میراث بکنیم. اولا که برادری نه، زن و شوهری باید اثبات بشه. بعدشم من ادعای ارث و میراث نکردم، فقط ازتون یه وعده غذای خونگی خواستم، همین. کجا؟ لاغر بمونیم غذای مزخرف و تنهایی نخورم.
ببخشید خیلی ضروری، باید هم یه روز زنگ بزنم. امید جانم، امروز چند نفر کامنت گذاشتن که طعم قهوه‌تون عوض شده، حواست باشه احتمالا قهوه‌تون اوور شده. آره آقا، دستگاه مشکلی داشت اما درستش کردیم، حله، نگران نباشید. جانم فرات، همین الان مایده به این پیام داد. چی گفته؟ بد و بیراه. بخونش برام. گوشی. نمیدونم اونی که امروز تو کافی شاپ براش جشن گرفتی زن پنهانیته یا دوست دخترت. شاید هم همون بهار بوده، اما هر کی هست دلم براش خیلی میسوزه، چون نمیدونه گیره چه روباه کثیفی افتاده. حالم ازت به هم میخوره. الو. همین؟ آره همین الان بهش زنگ بزن رو بگو که اگر افشین بلاکم کرده نمیتونم تماس بگیرم نه پیام بفرستم. خیلی خوب، یه خط دیگه بگیر اما بهش زنگ نزن، چون ممکنه بفهمه تو یو دوباره بلاکت کنه. یه پیام بهش بده بگو اصلا نمیفهمی منظورش چی بوده. خودتو بزن به حماقت، ننه من قریبا بازی در بیار و حسابی مظلوم نمایی کن. خدا رو شکر خوب شد دزدا بلای سر خودت نیوردن دختر. آره اما آقا مهرداد حیوانکی پاش حسابی درب و داغون شد. آقا مهرداد کیه؟ پسر همین شیده خانم راننده تاکسیه. امروز خودش نتونست با هم بیاد، پسرش همراهم بود، اونم دوید دنبال دزدا، خودش رو رسون بهشون و تونست کیفمو پس بگیره، اما خودش حسابی زخم و زیلی شد. مگه من بهت نگفتم اگه لازم شد بهم خبر بده؟ چرا امروز که این شیده خانم نیومد به خودم نگفتی بیام ببرمت؟ اومد، صبح خودش اومد دنبالم، اما بعدش کار داشت، ماشین داد دست پسرش و رفت. راستش منم می‌خواستم یه تاکسی دیگه بگیرم، اما این آقا مهرداد همه آدرس‌های فرهاد و بلد بود و میدونست چی به چیه. شیده خانومم خیلی اصرار کرد، واسه همین قبول کردم امروز با اون برم که اینطوری شد. حالا به دخترمه گفتی ماجرا رو؟ آره، حسابی خورد تو ذوقش. حق داره بچه، چه آدمایی پیدا میشن. لازم است هر بار به عکسم نگاه کنید مینو خانم. وقتی با تمرکز به این فکر کنید میام. خانم افشار و خواهرزادش الان اومدن تو اتاق احضارن. میدونم. حالا چرا قد دست باچه ای؟ دست باچه نیستم، نگران شدم نکنه شما یه هون نیاین من جلو اینو خراب بشم. نگران نباشید، هر وقت به من فکر کنید میام. پس تو جلسه اول من به همون روح مرحومه یعنی مادر بزرگ خانم شاولیان فکر میکنم، اگه اون نیومد اون وقت شما بیاین. اگه اون نیومد باید به من فکر کنین تا بتونم بیام. باشه، بعدش به شما فکر میکنم. میگم اینا هیچ کدومشون ماسک نزدن، یعنی کرونا ندارن؟ نمیدونم، اون دفعه بهتون گفتم تا وقتی کسی رو نبینم نمیتونم در موردش چیزی بفهمم. پس اگه احضارتون کردم اول اینو به هم بگین که اگه کرونا نداشتن من ماسکمو بردارم. آخه میدونین تو اون اتاق ماسک میزنم تنگی نفس میگیرم. باش. راستی عکستون تو آینه نیست؟ مینو خانم، امروز شما هم باید برای من یک کاری بکنید. چه کاری؟ وقتی جلسه احضار مادر خانم افشار تموم شد منم میخوام با خواهرزادش حرف بزنم. با شاولیان؟ بله. برای چی؟ میخوام یه چیزایی رو بهش بگم، چیزایی که ازش خبر نداره باید بدونه. چه چیزایی؟ یه چیزای خصوصی که شما لازم نیست بدونید، یعنی اصلا بهتره که ندونید. فقط وقتی جلسه احضار تموم شد به سوسن بگید که میخوام باش حرف بزنم. بهتر خالشم از اتاق بفرستید بیرون تا من بتونم حرفامو راحت به سوسن بزنم.
نمیخوام ناراحتتون کنم، اما این حرفای خصوصی چیه؟ آخه میدونین مائده به من گفت اول شما عاشق اون بودین، بعدش عاشق دختر دایی زهره شدین. نکنه الانم؟ مطمئن باشید چیزی که میخوام به سوسن بگم اصلا ربطی به عشق و عاشقی نداره. بازم ببخشید، اگه اینطوریه پس چرا میگین حرفاتون خصوصی و من نباید بدونم؟ چون ممکنه برای خودتون درد سر درست شه. بهم اعتماد کنیم این خانم. من فقط میخوام به خانم شاولیان کمک کنم. سوسن از احضار رو خیلی میترسه، پس باید حسابی خیالش راحت کنید که ملاقات با من براش خطری نداره. من چطوری خیالش راحت کنم؟ این دیگه کار شماست، اما مطمئنم از پسش برمیایید. خانم گفت روح مامان بزرگ روی این صندلی میشینه؟ آره. من میترسم حالا. کشتی منو سوسن. میترسم. روح لولو خورخوره که نیست. نشنیدی مینو چی گفت؟ گفت اگه بترسی روح مامان بزرگت ممکنه خودشو نشون نده. اگه نمیتونی جلو ترستو بگیری پاشو برو بیرون، مجلس احضار رو خراب نکنی. میشه جاتون رو با من عوض کنیم؟ بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید، اینم عکس مامان که خواسته بودی. مادرتونه؟ بله، عکس جوونیاشه. الهی، خدا بیامرزه. چقدر خوشگل بودن. آره، خیلی خوشگل بود. خب، حاضرین شروع کنیم؟ بله. ببخشید، مینو خانم، ما مامانو چجوری میبینیم؟ منظورم اینه که با چه سر و شکلی ظاهر میشه. همون ظاهر خودشون دیگه. آخه میدونید مامان یکی دو سال قبل مرگش زمینگیر شد، خیلی لاغر و نحیف شده بود. میشه با ظاهر قبل مریضیش احضارش کنید؟ یعنی بهش بگین مثلا همین شکلی که تو این عکس هست ظاهر بشه. نه متاسفانه، هر کدوم از شما اونو به همون شکلی میبینین که آخرین بار قبل از فوتش دیدین. تازه اگه بیاد و خودشو نشون بده. بهتون که گفتم ممکنه اصلا ظاهر نشه و فقط از طریق من با شما حرف بزنه. خب اول باید دستای همدیگر رو بگیریم، بعدش من چشامو میبندم، شما باید به چشمای بسته من نگاه کنیم، اما فقط به روح اون مرحومه فکر میکنیم. اگه روح مادرتون ظاهر بشه و من ببینمش بهتون میگم تا سوالاتتون رو ازش بپرسین. باشه؟ باشه. لطفا اون شمو بذارین کنار. Thank you.
متاسفانه روح مادرتون یا نمیخواد یا نمیتونه خودشو نشون بده. چرا؟ معلوم نیست، یعنی نمیدونم، اما حالا سعی میکنم باهاش ارتباط کلامی برقرار کنم تا شما بتونین سوالاتتون ازش بپرسین. ممکنه با این کار مشکلی نداشته باشه. باشه. من اینجا نمیخوام. به من نگاه نکنید. بهشون گفتید روح مادرش نیومده اینجا، پس اصلا به این ور نگاه نکنید. هیچ کدومشون کرونا ندارن، میتونید ماسکتون رو بردارید. مادرش همیشه به این دخترش میگفت تهدید. بهش بگو دلش خیلی برای تهدید تنگ شده. مادرتون به شما میگفت تهدید؟ بله. آخه من آخرین بچهش بودم. میگه خیلی دلش واسه شما تنگ شده. بهش بگید منم همینطور. بگید منم دلم براش یه ذره شده. بهش بگید مادرش صداشو میشنوه. مادرتون صداتونو میشنوه؟ اومده؟ اینجاست؟ نه نه اینجا نیست، اما وقتی من میشنوم اونم میشنوه. الان گوشای من گوشای اونم هست. ازش بپرس چرا انقدر منصور رو اذیت میکنه. منصور کیه؟ به من نگاه نکن. شوهرمه. میگه چرا انقدر این منصور رو اذیت میکنی؟ من اذیتش میکنم؟ اون خونه منو بچه ها رو کرده تو شیشه. هرچی پول در میاره عوض این که خرج خونواده کنه میده زهرماری کوفت میکنه. بهش بگی تو این سن و سال منصور نمیتونه مشروبو بذاره کنار. گرچی نمیتونه؟ چون خیلی براش سخته. باید با زبون خوش باش حرف بزنن و راحتش بذارن. اینجوری ممکنه یواش یواش مشروب خوردن رو کم کنه. اما اگه هر روز باش دعوا کنن تو یکی از همین دعوا سکته میکنه و میمیره. اینو که گفتم و بهش بگید مینو خانوم، منصور آدم بدی نیست. اگرم بمیره و از اینا از اینی که هست بهتر نمیشه. مادرتون میگه داماد من آدم بدی نیست، اگه باش مدارا کنین کم کم مشروب رو میذاره کنار. اما اگه هر روز باش دعوا کنین یه او سکته میکنه و از دست میره. بگید اینقدرم سر به سر شهید رو نذارن، شهید دخترش. میگه انقدرم سر به سر شیدا نذاری. حالت خوبه عزیزم؟ آره. گریه نکن، تو باید خوشحال باشی که مامان تو دیدی. خوشحالم، خیلی خوشحالم. این گریه خوشحالیه. نمیدونی چقدر سبک شدم مینو جان. خب خدا رو شکر. پس بشین اینجا تا من با سوسن جون حرف میزنم یکم حالت جا بیاد.
ببخشید مینو خانم. جانم. نمیخوام فضولی کنم، اما حرف خصوصیتون با سوسن در مورد چیه؟ در مورد یکی از دوستاش. کدوم دوستش؟ اسمش کامرانی بود. چند وقت پیش تصادف کرد و به رحمت خدا رفت. در واقع نامزده یکی از دوستای صمیمی سوسن بود. نامزد خانم جاوید. خانم جاوید رو میشناسم. همون معاهده دیگه؟ آره. سوسن جون چند وقت پیش با خانم جاوید اومدن اینجا. میخوام در مورد اون باهاش صحبت کنم. خیلی طول نمیکشه. نه راحت باشین، من عجله‌ای ندارم. آره. چی میخواد با من حرف بزنه؟ نمیدونم، گفت میخواد یه خبرایی بهت بده. چه خبری؟ نمیدونم، به من که حرفی نزد، فقط گفت لازمه یه چیزایی رو تو بدونی. اما من میترسم اینو خانم. راستشو بخواید الانم خدا رو شکر کردم روح مام بزرگم نیومد، چون ازش میترسیدم، چه برسه به روح کامرانی. میدونم میترسی، اما ترس نداره. باور کن ارواح برای ما هیچ خطری ندارن. من یه عمر باهاشون حشر و نشر دارم. بعد از زنده ها ترسید سوسن جون. مرده ها اصلا ترسناک نیستن، واسه خیلی هم مهربونن. نمیشه به جای اینکه روح کامرانی ظاهر بشه حرفاشو به شما بزنه تا به من بگید مثل روح مام بزرگم؟ نه عزیزم، گفتم که میخواد یه حرفایی به تو بزنه که من نباید بشنوم. یعنی من با اون تو این اتاق تنها باشم؟ نه عزیزم، من پیشت میمونم. اگه من اینجا نباشم روی کامرانی نمیتونه بمونه. من فقط واسطه اومدنشم، اما حرفاشو فقط تو میشنوی. باید قول بدی نترسی، چون ترس ما آدمو از ارواح اونا رو اذیت میکنه. اگه بترسی ممکنه روی کامرانی نتونه همه حرفاشو بهت بزنه. دست خودم که نیست مینو خانم، من میدونم اگه روح ببینم میترسم. باید خودتو کنترل کنی سوسن جون، این به نفع خودته. باشه؟ سعی خودم میکنم. آفرین دختر خود. حالا بشین رو به روی من. نه همینجا خوبه. چرا؟ میخوام وقتی روح کامرانی ظاهر شد من ازش دور باشم. معلوم نیست که حتما رو این صندلی ظاهر شه، شاید اونجا ظاهر شد. نه تو رو خدا مینو خانم، بهش بگید رو اون صندلی بشینه. اگه انقدر بهم نزدیک باشه به خدا من سکته میکنم. باشه دخترم، نه ترس، من درستش میکنم. میشه اینم ببری دورتر؟ نمیشه، اونطوری مجبوری بلند حرف بزنی، وقت ممکنه خالت بیرون بشنوه. خب حالا دستاتو بذار تو دستای من. نترس عزیزم. آفرین. به چشای من نگاه کن، این بار فقط به روح کامرانی فکر کن. Yeah.
سلام خانم شاولیان. نه ترس عزیزم. داری میبینیش؟ مینو خانم. جانم صدای چی بود؟ هیچی، پام گرفت به صندلی افتاد. سوسن حالش خوبه؟ آره بابا خوبه، فقط هنوز حرفامون تموم نشده. یه چند دقیقه به ما فرصت بدی میایم بیرون. باش. مگه قول ندادی نترسی؟ نترس عزیزم، این همون آقای کامرانیه، فقط با این تفاوت که دیگه جسم نداره. بیا بشین. ببخشید که ترسوندمتون خانم شاهبلیان. عزیزم من پیشتم، روح آقای کامرانی فقط میخواد باهات حرف بزنه. واقعا اگه مجبور نبودم جلوتون ظاهر نمیشدم. بیا دخترم، بیا بشین عزیزم، نه ترس، بیا. مگه بهت نگفتم اگه بترسی اون اذیت میشه؟ خواهش میکنم بیایید بشینید و به حرفام گوش کنید خانم شاهولیان. چیزایی که میخوام بهتون بگم خیلی مهمه. عینی بختک گلومو گرفته و داره خفم میکنه. اجازه بدید حرفامو بزنم و صبر کنید. داره باهات حرف میزنه؟ به خدا ترس نداره، منم پیشتم، بیا بشین خیالت راحت باشه. از همینجا گوش بین. خیلی خوب دخترم، بیا بشین همینجا، بشین و فقط به حرفاش گوش کن. خواهش میکنم آروم باشید و به حرفام گوش کنید. هیچ کدوم از حرفایی که میزنم رو تکرار نکنید، چون نمیخوام مینو خانم بفهمه من چی بهتون گفتم. یعنی هیچ کس نباید بفهمه، متوجهید؟ چیزی هم نپرسید، چون ممکنه از رو همون سوالی شما مینو خانم بفهمه من چی بهتون گفتم. همه سوالایی که با حرفام برای شما پیش میاد من خودم میدونم و جواب اونا رو هم بهتون میدم. پس نیازی نیست چیزی بپرسید. فهمیدید؟ بله. چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که خانم جاوید تو مرگ من مقصر بود. شیده ای در عذران تقصیر هازان سوی او چندان وفاز این سوی تو چندین جفا از بد پشیمان می شوی الله گویان می شوی آن دم تو را او می کشد آوارهاند مر تو را موسیقی
سوی خوشان بان سو کشان بانا خوشان یا بگذرد یا بشکند کشتی در این گرداب ها چندان دعا کن در نهان چندان به نالم در شبان کز گمد هفت آسمان در گوش تو آید صدا